سلام بر شما در این فراخبر. حکومت سرپرست میگوید که تمدید نشدن سفر مقام های امارت اسلامی مانع روابط حکومت سرپرست با جامعه جهانی شده است. سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که این مسئله به اعتمادی بیشتر میان حکومت سرپرست و جامعه جهانی به بار می آورد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که نپذیرفتن خواستهای جامعه جهانی از سوی کابل سبب تمدید نشدن معافیت سفر مقام های امارت اسلامی شده است. چرا روابط این گونه پیش می رود و در نهایت راه حل پیدا خواهد شد؟ اینجا در فراخبر. مهمانان برنامه آقایان دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با ما همراه هستند و آقای احمد سعیدی آگاه سیاسی همچنان با ما همراه هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای نعیم، بس را با شما آغاز میکنیم. بیش از 9 ماه از پایان معافیت سفر 13 مقام امارت اسلامی میگذره، چرا تا هنوز در موردش چیزی نمیشنویم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با شما و همکاران شما با محترم سرگیستم و همچنان با همشون تکرار احترامات رو عرض میدارم. خب متاسفانه باید بگویم که یکی از نقاط یا ماده هایی که در توافقنامه دوحه گنجانیده شده بود یا یکی از ماده های توافقنامه بود این بود که با این تحذیراتی که بر سفرهای بر سفر مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان گذاشته شده برداشته شود. متاسفانه که با او التزام صورت نگرفته، این کار در حقیقت مخالف با اصول آزادی انسانیت است، چون در اصل هر انسان آزاد آفریده شده، هر انسان حق دارد که گشت گذار داشته باشه، سفرهای داشته باشه. در این راستا هیچ ممنوعیت اصولی نیست. این و این تحذیرات را وضع می کنند، در حقیقت خودشان اصول آزادی انسانهای تحرک انسانها را در روی محبیت نگذارد، مخالف امو اصول است. دوم اینکه در این توافق صورت گرفت، در توافقنامه دوحه که باید این تحذیرات برداشته شود، اما متاسفانه تا هنوز هم برداشته نشده که خودش مانایی داره، بلکه واقعتا ظاهرا است بر همه واضح است که مخالف با امو بندهای توافقنامه دوحه است. ما بارها گفتیم که باید این تحذیرات برداشته شود. یک نقطه مهم دیگری این که کسایی که میخواهد مثلا مشکل حل گردد و به شکل معمول و معقولش هم در بین دو جهت یا چند جهت مشکل باشه و باز بر یک طرف و تحذیرات وضع گردد برشان رضا داده نشوه و اونها تحرک داشته باشن و رفتن آمدن بکنه، مثلا چه قصه داره که باز مشکل حل گردن. این خودش در راستای حل مشکلات یک مشکل دیگه است که اینها ایجاد کردن. دیگه اما بمی اصلا بمی از سه اصول واضح است که باید دیگر این اضافتت ظلم در حق مردم افغانستان و حق بلد افغانستان صورت نگیرد. نقطه مهمی را که من میخواییم این شرایط داشته بودیم که این تحذیرات تأثیرات منفیش ای که بر اشخاص باشه قدر نیست، جایی که بر ملت و بر مردم است. دیگری خود یک قسم زجر دادن و تکلیف دادن و زحمت دادن بر ملت و مردم است. بسیار زیاد تشکر. آقای سعیدی، صحبت های آقای نعیم شنیدین. آقای نعیم میگه که این مخالف اصول آزادی انسانیت است و ظلم به حق مردم افغانستان است. شما در مورد این موضوع چی میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای دکتر صاحب نعیم، بیننده های شما سلام و عرض ادب دارم. متاسفانه در دنیا امروزی حرف اول زور میزنه بعدا منطق میزنه. شما میدونید که پیش از قدرت رسیدن طالبان، پیش از اینکه مذاکرات دوحه آغاز شه، یک تعداد طالبان در بلک لیست یا لیست سیاه بودند. به خاطر مذاکرات دوحه به طور موقت از لیست اخراج شدند، یعنی بیرون شدند. و این کار ما یا شما نکردن، این فیصله شورای امنیت ملل متحد است. اما در حال حاضر با گذشت نو ماه، مثلا رهبری طالبان هر سه معاون، مثلا آقای حنیفی، آقای ملا برادر، آقای مولوی کبیر، آقای میرخان متقی، آقای سراج الدین حقانی، آقای عبدالحق بسی، آقای مولوی خیرالله، آقای ساقب و یک تعداد کسای دیگر، آقای ندیم وزیر تعلیم و تربیت و یک تعداد کسای دیگر در لست سیاه هستند. ولی هر قدر تلاش شد این لست به حالت خود موند. کسی که به لست سیاه باشد
وقتی که میخواهید یک کشوری سفر کنه باید اجازه شورای امنیت ملل متحد بگیره. چنانچه چند روز پیش به سفر آقای متقی در پاکستان اجازه گرفته شد یا در کشور دیگه. اما مشکلی سیاسی است. آقای سیدی، اما آقای نعیم میگه که توافقنامه دوحه را برش نشانه گرفتن، گفتن اونجا بر ما وعده داده شده بود که این تحریم ها برداشته میشه. خب من بیشتر در اول صحبت خوب گفتم که اما به اصطلاح اکثر کشورها زورگویی میکنن. زور حال در افغانستان و در خارج افغانستان زور حق است نه منطق. یعنی شورای امنیت کار را کرده و شورای امنیت صلاحیت داره، کسی زورش به او نمیرسه که چی میکنه. ما برمیگردیم به اصل از این قضیه که دنیا میگه که شما طالبان را میگه حکومتی هم به شمول بسازید، حقوق بشر و آزادی های بیان به مراد کنین، مکاتب دخترانه را واس کنین، تعامل با جهان بکنین، ما مشکل شما را حل بکنیم. از طرف طالبان گفت نه، حکومت ما هم شمول است، ما مطابق قانون و کنزولوسینا و شریعت حکومت میکنیم. اما قوضی سالسی وجود نداره که کی حق میگه، هر کس خود حق میگه. به اصطلاح ساده اگر بگم هیچ کس نمیگه دوغم تروش است. من فکر نمی کنم که در حال حاضر با مشکلاتی که طالبان دارن بتونن با این گپای ملل متحد تمکین کنن و ملل متحد یا دنیا هم حاضر نیست که تمکین کنه. این بنبست شاید مدت دیگری هم ادامه پیدا کنه متاسفانه. بسیار زیاد تشکر آقای نعیم. صحبت های آقای سعیدی را شنیدیم، ولی شما پیشتر از نقض اصول آزادی انسانیت گفتین در برابر حکومت سرپرست، ولی در اون طرف دنیایی که شما با اونا میخواین ارتباط داشته باشین، میخواین تعامل بکنین، میخواین بالاخره به رسمیت شناخته شوین، اونا هم همین ادعا را در برابر شما میکنه. بحث آقای سعیدی اشاره کردن، بحث حکومت همشمول مطرح است، مکاتب دختران، نقض حقوق بشر، هر روز اینمی موضوع تکرار میشه. چرا؟ خب ما شما باید واقعیت ها ببینیم، چیزی که در حقیقت روی زمین یا قایق زمینی یا قطای زمینی هست در اونجا میبینیم. چی ما را بهانه هایی را که بعضی ها مطرح میکنند، خب پیش از اینکه این بهانه ها باشد اینها این تحریم ها و تحذیرات را وضع کرده بودند. یعنی ما را که به این طبقه ندارد. یکی نقطه دوم این که در اصول بین‌المللی هر انسان آزاد آفریده شده، هر انسان حق دارد که آزاد گشت و گذار داشته باشد و هر جا که خواسته باشد برود و بیاید. این خود در ذات خودش تخطی دیگری از حقوق انسان است، حقوق بشر است. چی مانا آنهایی که دیگران را متهم به این بسازند که حقوق بشر مراعات نشده، تخطی صورت گرفته، خودشان باز مرتکب این که تناقضات میشه. این خود در ذات خودش یک تناقض واضح و بسیار آشکاری است. نکته سوم یا آخرین که ما پیشتر هم هم داشتیم است که ببینید نتیجه این تحذیرات، این تحریمات چی است؟ اثرش بر کی است؟ بر ملت تاوان میرسه، بر ملت ضرر میرسه، یا بر اون اشخاصی که آنها به اصطلاح آنها را هدف قرار گرفتن؟ واضح است که شاید ما نمیتونیم بگیم که هستن در این راستا با اشخاص کدام ضرری نمیرسه، اما امو ضرر و تاوانی که به ملت میرسه از این نوع دلات تحریمات بسیار بزرگتر است از این که برای یک شخص مشکل باشه. اون اشخاص میتونن زندگی خود داشته باشن و به اصطلاح رفت آمد داشته باشن یا وزارت هم داشته باشن که بسیار. ولی آقای نعیم، در میان همین سیاستی که امارت اسلامی داره و جامعه جهانی در پیش گرفته، در این میان مردم بیگناه افغانستان قربانی میشن، همونطور که شما هم گفتین. آقای سعیدی گفتن که هر دو طرف هم میگه که حق به جانب میگیرن و هر کدامشان خودشان در موقف خودشان در واقع میگن که نمی هر چیزی که ما میگیم درست است، شما هم همین کار میکنین و دنیا هم، ولی در این میان مردم آسیب میبینه. چرا تا این جای کار در مدت دو سال یک راه حل پیدا نشد؟ ما خود ما تلاش داشتیم، ما بارها گفتیم که موضوعاتی که آنها مطرح میکنن ما بارها با آنها نشستیم، در میان گذاشتیم، سرش روی میز بحث کردیم، دلایل را پیش کردیم، از آنها شنیدیم. آنها هیچ کدام دلیل در این راستا ندارن که دلیل قانع کننده باشه، حتی خودشان هم به این قانع نیستن. حتی بعضی از جهات ها، بعضی از کشورها، بعضی از نماینده های بعضی از سازمان ها هم میگن که اصلا این درست نیست که این تحریمات وضع کرده، چون اگر ما خواسته باشیم که مشکل را حل بکنیم، خود یک کس میخواد آنها بر امراج در تماس باشی، امراج بنشینی، تفاهم بکنی، باز او را نمیمانی که به اصطلاح یا برو یا بیا. چی معنا داره؟ خودش معنا که اصلا آنها تفاهم نمیخواد که به نتیجه برسیم. اگر در این جمعی تحریمات و تحذیرات نباشد، میتونه که رفت آمدی داشته باشد از حیات های بلند پایه و یا با صلاحیت، و میتونم که به صلاح براون اینجا ما بشینن و
به یه طریق ما میتونیم که مشکل رو حل بکنیم، اما وقتی که از یک طرف تحریم ها وضع صورت میگیره که از دیگر طرف راه تفاهم بند میشه، دیگه طبیعی است که مشکل در طرف آنها است و آنها باید از این ظلم دست بردارن و بگذارن که ملت افغانستان، مردم افغانستان، نماینده هایشان مانند دیگر کشورها هم آزاد رفت آمدی داشته باشند، بتوانند که حرف خود را مطرح کرده بتوانند در هر جایی که خواسته باشند و برای حل مشکلات بیرون از کشور رفته بتوانند و موضوعات خود را مطرح کرده بتوانند. تشکر آقای سیدی. حالا صحبت ها واضح شد که هر دو طرف میگن که مشکل طرف شماست و حالا آقای نعیم میگه که دلیل قانع کننده دنیا برای ما نداره وقتی در پشت پرده صحبت میکنن، و شما به چه فکر میکنین در مورد همین موضوع؟ چرا این بنبست شکسته نشد؟ اگر طالبان واقعا میخواهند که این بنبست شکسته شن، من رای آسانش برشان میگم، بسیار آسان است اگر بکنن. مثلا از طرف وزارت خارجه طالبان اعلان شد که شما ما را اجازه بدین که ما بیایم به خارج با دنیا صحبت کنیم، با صحبت ما اجندای صحبت ما واس کردن مکاتب دخترانه است، اجندای صحبت ما حکومت همه شمول است، اجندای صحبت ما انتخابات است، اجندای صحبت ما تدویر و تدوین به خاطر نظام آینده است. مجرد که امیر طالبان اعلان کنن، دولت ها همه میگوین که هزار دفعه بیاین، ولی تا حال طالبان این را اعلان نکردن، یعنی نگفتن که ما حاضر هستیم در خارج بیایم، مثال بیایم به مسکو، بیایم به امریکا، بیایم به اروپا، روی چی بحث میکنیم؟ یعنی بحثی که دنیا اعتراض داره، چی؟ مکاتب، حقوق بشر، آزادی، بگن که ما حاضر هستیم روی ازی بحث کنیم. حرف دیگه که بگویند که ما حاضریم روی مذاکرات بین الافغانی، یعنی طالبا بگویند که روی مذاکرات بین الافغانی تحت نظر سازمان ملل متحد ما حاضریم مذاکره کنیم، بس کار آسان است، فورا رفت مثلا ایران 43 سال میشه تظاهرات داره، میانمار تظاهرات داره، بعضی کشورها عربی داره. یک چیز میگم که خدمت جناب دکتر صاحب که آدم سیاسی هم میدارن، بهترین راهی است که اول چی میگم، مذاکرات بین الافغانی شروع شه. مذاکرات بین الافغانی اگر کمرش بسته شد، محکم شد، مردم افغانستان با طالبان، با امارت اسلامی همه کنار آمدن، از او دفاع کردن، باز نه امریکا کاری کرده میتونه، نه دنیا کاری کرده میتونه. در قدم اول باید ما در داخل خود خانه تکانی کنیم، بعد از او بریم پشتی دنیای دیگر. آقای نعیم، پاسختان چی است؟ خدای راست تا هنوز امارستان افغانستان هیچ گاهی کدام شرط را نگذاشته که ما باید با روی این موضوع بحث میکنیم، روی این موضوع بحث نمیکنیم. ما بارها گفتیم هر مشکلی که باشه، در هر جایی که باشه، ما آماده هستیم که درست تفاهمات داشته باشیم، بشنویم، از ما بشنوه. نمیشه که آنها یک به شکل یک شرط چیزی گذاشته شوه که اگر اوتو میشه این میشه، اگر نمیشه طبعا این شرط گذاشتن این موضوع در ذات خودش یک مشکل است، این خود یک مشکل دیگری است که مشکل جدید است دیگه. نمیخوایم به از راه شرط گذاشتن و اصلا دنجا ما با پیش برویم، بلکه اینکه شرط ها باید دور شوه، آزاد امور قصده که اصول بین‌المللی است، اصول زندگی یا آزاد زیستن انسان است، هر انسان حق داره که هر جای که میره بخواه و نمیره، این آزادی باید باشه. نقطه دوم دیگر این که متاسفانه باید بگوییم که این موضوع بسیار باز مطرح میشه که تفاهم بین‌المللی با کی، با کدام جهت کی داره فعلا اینجا؟ اگر سابق بود ما برای را گفتیم بیشتر که در تاخنامه دوگر تفکر داده شد که بعض جهت ها بودن اونجا، یکی از بیداره کابل بودن در اونجا وجود داشت، فعلا کی هست؟ هیچ کس اینجا با نمایندگی از یک جهت، از یک جریان اینجا وجود ندارن. و اگر این یک مشکل دیگری است که اگر این راستا باز به این مانا به قسمی که بعضی ها تصور میکنن مشکل دیگری ایجاد میشه، چی مانا بعضی ها در این طبیعی است، ما خود ما تجربه کردیم، بله قسمی که صحیح صحبت میکنم در این راستا ما در سیاست هستیم و میفهمیم موضوعات را، و اگر اینجا یک دروازه دیگه باز میشه، باز هر کس خود نماینده ملت میدونه، هیچ کس نمیگه، ولی هم شما ببینید هر کسی که در سر میز اینجا بیاید هیچ کس نگفته که من نماینده ملت نیستم، هر کس خود نماینده ملت میگیره. خب باز که کی با چی شیوا با کدام شکل نشستش تفاهم را میگیره. نقطه دوم این که فعلا یک نظام به میان آمده، ولی این نظام بیاییم دیره به پیش ببریم، همکاری داشته باشیم، با مرور زمان، با مرور وقت مشکلاتی که در پیش رو قرار داره آسا آسا حل میگرده، همه مشکلات یک به یک حل نمیگردن. مشکلات در اینجا ما جنگ رو پشت سر گذاشتیم، نه از جنگ برآمدیم، بعضی مشکلات شاید باشه، اما این مشکلات
پس آقای نعیم، مشکل همین نظام چی است که دنیا تمام کشورها هیچ کدامش حاضر نمیشه که به رسمیت بشناسه؟ اینجا دو نقطه است که تعاملات وجود داره، اینکه ما رسمیت عملی وجود داره، حیاتای ما میره از وام یا نشست برخواست صورت میگیره، در بعض از موارد توافقنامه ها صورت میگیره، می به هم یعنی تقریبا نمود تعامل رسمی باید کشور است. اما این که اعلان چرا نمیشه، اینجا بسیاری از کشورها در این راستا مشکلی نداره، با ما گفتن که در این مشکل نداره، اما بعض موضوعات سیاسی است که متاسفانه بگیم پیشتر هم سعی سال عرض داشتن که زورگویی و بعض موضوعات دیگری است، دیگه به اساس بعض از کشورها نمیتونن یا به اصطلاح با اون مصالح و منافع خودشان که در این راستا پیش قدم باشه. اولی در این راستا اصلا هم موضوع یک چند جهت بگیم که زورگویی بکنن، دیگران هم به اصطلاح تحت فشار قرار میدهن. این موضوع است، اگر نه با خود ما نشستن اینجا گفتن که در موضوعات داخلی، موضوعات مثلا در تعلیم و تربیه، حقوق زن و موضوعات، داخلی هر کشور است، میتونه که مشکلات خود را چه قسم آنها بسیار زیاد تشکر. همین قسمت های آخر صحبت های آقای نعیمه، آقای سعیدی گفتند که خب اینجا مسائل داخلی است و نباید کشورها مداخله بکنن، و در ضمن در مورد اون موضوعی که شما گفتند که تفاهم، کدام تفاهم با کی آقای نعیم میگن و به نمایندگی از مردم افغانستان کسی حضور نداره که ما با او تفاهم کنیم میگن؟ من دو عرض میکنم، یکی جناب دکتر صاحب صدا بر بشنوند، همین فردا آقای زبیلا مجاهد اعلان کنه که ما حاضر هستیم به دنیا روی اعتراضاتی که دنیا داره، حکومت همه شمول، ساختار نظام سیاسی آینده، قانون اساسی، انتخابات، مکاتب دختران، حقوق بشر، ما حاضریم که بحث کنیم. دنیا به زودی تاثیرات رفع میکنه، ولی تا حال طالبان نگفته که ما حاضریم خواستهایی که شما دنیا دارین ما روی اونا با شما بحث کنیم. گفته که چی گفته؟ گفته که مشکلاتی با شما حاضرین بحث کنیم. یعنی مشخص باید نام بگیره که روی چی، روی یک دو سه. یک دوم، به جناب دکتر صاحب بسیار احترامانا میگم، که ما از نزدیک به یک سال به این طرف نهادی داریم به نام مدافعان منافع ملی که تقریبا تعداد زیادی از احزاب، سازمان ها همراه ما هستند و من صلاحیت دارم به نمایندگی از او صحبت کنم. ما حاضر هستیم به طالبان در هر نقطه دنیا به خاطر تفاهم ملی، به خاطر آینده افغانستان، به خاطر مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره، با کمال افتخار میزی مذاکره بشینیم و مذاکره کنیم. تقاضای هیچ چوکی و منصبی هم نداریم، اما خطای سرخی داریم. خط سرخی ما چیست؟ ما بحث میکنیم روی نظام آینده، نقش مردم، انتخابات، قانون اساسی، حقوق بشر، درس و تعلیم برای روی همه نسل افغان، چی مرد چی زن، آزادی. اینها خطای سرخ ماست. ما نه چوکی میخوایم، نه مقام میخوایم، و هزارها، یعنی هزارها انسانی که با ما هست در داخل کشور، ما حاضر هستیم در هر جا مذاکره کنیم. حداقل طالبان بگوین که ما آماده مذاکره ایم، به سر میزی مذاکره بشینن، قبول نکنن، خود ما بس کنن، قبول نکنن، رد کنن، پروا نداره. ولی تا حالا خب من نشنیدم که جناب دکتر صاحب، خب من نشنیدم که طالب گفته باشه که ما حاضر هستیم به افغان ها مذاکره کنیم، ما حاضریم سر یک میز بشینیم. اگر میشینن، نه من از همین لحظه صدا میکنم دکتر صاحب، اگر صلاحیت داره صدا کنه به هر جای میخوایم ما همراه شما مذاکره میکنیم با صدها احزاب، سازمان، نهادهای جدی. آقای نعیم، خب بحث کشورها را اگر کنار بگذاریم، بحث افغانها را مطرح بکنیم. همونطور که آقای سعیدی گفتن، برای اینکه از این وضعیت، از این چالش های کلان سیاسی، از این بنبست ها بگذاریم، آقای سعیدی پیشنهاد هایی دارن، آیا قابل شنیدن است که باید در موردش به یک نتیجه رسید؟ این موضوع را فکر کنم مطرح کردم، پیشتر هم داشتم که در این جاله اگر یک نفر، یک شخص به اصطلاح فرض کنیم، به اصطلاح بگویم که میتونست از دیگران نمایندگی بکنه، یک حرفی بود. ما پیشتر الله شما در دیگران هستیم، در میز شما هر کسی که آمده، اگر که یک شخص بسیار به اصطلاح
با نفوذ عام هم نیستن. سراسر یک میز مدور آمده یک صحبت داشته هم خدا در نمایده ملت میکنه بوده هر کس بلی هستا اونا که هستن این نوات مطرح کردن موضوعات به این شکل این خودش غیر عملی است، امکان نداره. و دیگه ما گفتم که سابق اگر بود یک چکس چیزی میگفت خود در یک جریان بود در داخل کابل یا افغانستان یا با اداره کابل بود یا بعد جهات های دیگر بودن که ما با آنها در نشست زیده دو هر تقریبا یک سال با آنها در جریان بودیم در بحث های داشتیم. خب متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. مثلا کسی که ما اینجا با رو گیم وای مشکلی است که صرف یک حرف از بگیم که بیاییم میشینیم خلاص از این مشکل حل میکرده یا یک تمام ما با باید موجود ما بالون بگیم که باید واقعیت های زمینی رو ببینیم که در اینجا مشکل چه قسم حل شده میتونه. اگر این حرف باشه که نه بیاین بشینیم خلاص مشکل حل است و این یک نقطه همون مشکل حل میگرده، ما فکر میکنم که یک اصلا مشکل داشته باشه. اما موضوع اینه این چیزی نیست، اینجا موضوعاتی است که باید ما حقایق زمینی رو بپذیریم. اینجا یک تحول بسیار بزرگی آمده، یک تغییر آمده، این رو باید بپذیریم. اینجا همون چیزایی که در اصول بین‌المللی است به اون تن بدهیم. میتونیم تا اساسا آرام آرام حالا یک بستر خوبی برای تفاهم، برای همزیستن، برای هم قبول کردن مساعد شده. ما نمیگیم که اصلا مشکلات وجود نداره، در طبعا چون 3 سال در اینجا جنگ صورت گرفته، مشکلاتی وجود داره، بسیار هم گفته است. اما بیاین که حالا یک بستر مساعد شده، در این زیر یک چتر رو در اینجا با هم جمع شدیم، آرام آرام مشکلاتی که در پیش رو قرار داره. تشکر. بسیار زیاد تشکر. آقای سعیدی، صحبت های آقای نعیم شنیدین، نشستن باشه که در گذشته نشستیم نتیجه نداشت، حالا بیاین همه کنار هم و حمایت کنیم نظامه. اما جناب دکتر صاحب نمیگن که با کی نشستیم. درست است یک تعداد محدود انگوش شماری آمدن به خاطر حفظ دارایی های خود در کابل که در گذشته خورد و برد های زیادی کرده بودن. ما نمیگیم که امی حکومت طالبان با وزیرای کابینه سابقه با مسئولینی که خورد و برد کردن با اونا بشینن مذاکره کنن، اما مردمی که در رژیم گذشته هم دامنشان پاک بوده، حال هم پاک است، به هیچ جنایت شریک نبودن. مدافعان منافع ملی که من رئیس معاونش با مسئولیت گپ بزنم ما جنگ را راه حل نمیدونیم. تفاهم بین الافغانی را ما میگیم طالب هم افغان است، از افغانستان است، دیگه مردم هم از افغان هم افغانستان هستند. رای حلی اساسی است که ما بشینیم سر میز مذاکره بگم که شما چی میخواین ما چی میخواین، بشینیم سر میز مذاکره. اما فراموش نکنه جناب دکتر صاحب که مذاکره سیاست جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. اگر طالب ها بیاید هستند که بیان مذاکره کنیم برادر، تسلیم شن، سرکاتم مقرر شن، یعنی است مقام مطرح نیست، کشور مطرح است، نظام مطرح است، سیاست مطرح است، آینده مطرح است، فقر و ناتوانی مردم مطرح است. ما تکرار میکنیم که صدای ما رو مردم میشنه و ما حاضریم، اما وقتی که کسی حاضر نباشه که خود ما به سر یک میز میشینه بدون از اینکه فیصله کنیم، بدون از اینکه به نتیجه برسیم، هر ما چیکار کنیم؟ شما بگویید مردم افغانستان چیکار کنند؟ من نمیفهم، یعنی گپا رو باید خود بگویم. جناب دکتر صاحب بگویید که ما با فلانی مذاکره فلان نتیجه نداد، بخو نشنیدم به کی. اگر کسی بوده اونم دکتر عبدالله آقای کرزش استن چیکار کرد؟ یا مثلا کسی دو تا سه تا وزیر آمده بودن پس آمدن؟ نه، باید ما به این نتیجه برسیم، طالب باید به این نتیجه برسه که افغانستان مال مشترک مردم افغانستان است، چی طالب چی غیر طالب. بدون مردم افغانستان این سرزمین را هیچ کس نمیتونه به تنهایی به سرمنزل مقصود برسونه. بسیار زیاد تشکر. آقای نعیم، به جنبندی رسیدیم. با توجه به صحبت‌های شما و آقای سعیدی پیشنهادهای داشتن، چی میگین؟ ما بازم باید بگویم، من پیشتر هم حرف داشتم که صرف همی میگه که همین گفته شود که میشینیم خلاص مشکل حل میشود، آیا به این مشکل حل میگرد؟ یکی نقطه دومی که من پیشتر هم گفتم، حالا یک تحول به میان آمد. 20 سال کسانی که در اینجا بودن در کابل یا در نظام بودن یا نبودن یا مستقیم بودن یا غیر مستقیم بودن، هر چیزی که بودن، اما آنها یک فرصت داشتن. چی کردن با ملت، چی کردن با مردم، چی کردن با کشور، چی کردن با مردم. یعنی آقای نعیم، فرصت از دست رفته و دیگه تکرار نمیشه و دروازه فرصت دوباره باز نمیشه. ما میگیم بگذاریم نظام فعلی که به میان آمده به کم از کم یک 5 سال براشون فرصت بدیم، کم از کم اینها چی میکنه، با کدام سو با کدام سمت میروه.
اگر خدا نخواهد یک مشکلاتی بود، هیچ کس نمیتونه که ملت افغانستان به کسی اجازه بده که برخلاف خواسته های آنها، برخلاف اهداف آنها، برخلاف ارزش های آنها، برخلاف مصالح منافع آنها قدمی بردارن. هیچ کس هیچ جایی ملت افغانستان به کسی اجازه نمیده. اگر خلاف چیزی بود این چنین ملت خودش مثلا آنها را نمیگذاره. اما اگر این باشه که به سمت سوی درست در حرکت باشه، باید حمایت شود، باید همکاری صورت بگیره. چیه این ضرور نیست که مثلا یک شخص ما یا احمد یا محمود در جلسه این موضوعات اصلا مطرح نیست. مطرح سرنوشت ملت است. بسیار زیاد تشکر. فقط ملت است. اگر در مردم فعلی که هستند به این راستای درست در حرکت باید همه حمایت شوند. بسیار زیاد تشکر. چون فرصت برنامه ما آقای نعیم تمام شد، خیلی معذرت. و آقای سعیدی، از حضور هر دو مهمان عزیز سپاسگزارم. به همین ترتیب می رسیم به پایان فراخبر. از شما هم سپاسگزارم. شب روز بخیر.